منشور طالبان برای حکومت آیندهشان به رسانه ها درس کرد. به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل کابل وایس. امید که تا آخر با ما بوده و چینل ما را سابسکرایب کنید. با گزارش اسپوتنک، سندی را که یک منبع حکومتی به دسترس طلوع نیوز قرار داده است نشان می دهد که طالبان برای ایجاد نظام آیندهشان پیشنویس قانونی را زیر نام منشور امارت اسلامی افغانستان تهیه کرده اند. در این منشور که 149 ماده خلاصه شده است، طالبان بر ایجاد نظام امارت اسلامی و داشتن پرچم سفید تاکید کرده اند. در ماده دوم این منشور بر نظام امارت اسلامی تاکید شده است، در حالی که در ماده 13 و 21 آن آمده است که تمامی لایحه های امارت اسلامی پس از موافقه شورای رهبری، شورای علما و امیرالمومنین و یا معاون او اجرا می شوند. در ماده دوم این منشور آمده است نظام حکومتی افغانستان امارت اسلامی است. ماده 13 هم موقف امارت اسلامی درباره تمامی مسائل سیاسی در شورای رهبری و از لحاظ شرعی در شورای علما پس از ارزیابی تایید و یا رد می شود. ماده 21 تمامی لایحه های امارت اسلامی پس از موافقه شورای رهبری، شورای علما و امیرالمومنین یا نایب واجب تنفیذ می گردد. جلال الدین شینواری، لوی سارنوال پیشین دوران طالبان گفته است تا به اکنون که من با شما صحبت می کنم نظامی را می خواهند که عنوانشان امارت اسلامی باشند و تا اکنون همین خواست آنها یعنی طالبان است. در ماده 25 این منشور آمده است امارت اسلامی برای انتخاب امیرالمومنین دو راه دارد. یک، انتخاب از راه اهل حلق. دوم، از طریق انتخاب ولیعهد از سوی امیرالمومنین پیشین. در ماده 29 آمده است امیرالمومنین صلاحیت کامل در انتخاب و عزل هر عضو امارت اسلامی دارد. هیچ کس حق سرپیچی از تصمیم او را ندارد. ماده 45 امارت اسلامی در ساختارش دو شورا یعنی شورای رهبری و شورای علما دارد که برای سرعت بهبود کارهای سیاسی و حل مشکلات کمک می کند. ماده 63 شورای علما در چارچوب شریعت اسلامی تمامی امور را ارزیابی و تمامی لایحه ها، فرمان ها و قوانین امارت اسلامی را بر بنیاد رهنمودهای شریعت تهیه می کند. از سوی دیگر در ماده 74 این منشور تاکید شده است که امارت اسلامی به اجرای آن قوانین سازمان ملل متحد مکلف نیست که در تضاد با ارزش های اسلامی باشد، مانند آزادی بیان بیرون از چارچوب شریعت اسلامی، حقوق بشر و حقوق مدنی. نعیم نظری